بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، متشکرم از اینکه بیننده یکی دیگه از برنامه‌های دیدگاه هستید. موضوع بحث ما در این برنامه حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلامه، حکومتی که به جرأت میشه گفت نمونه بارز یک حکومت عدالت محور در نوع خودش بوده و هست، حکومتی که برپایی اون به امر مستقیم خداوند متعال و ابلاغش توسط پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در روز غدیر به عموم مردم بوده. با این وجود و علارغم فرمایشات و تاکیدات مکرر نبی اسلام با عباراتی مانند علی با حق و حق با علی است و یا هر آن کس که من مولای او هستم پس از من علی مولای اوست، ولی این دستور الهی هم مانند تمامی دستورات دیگر خداوند که در طول تاریخ مخالفینی داشته با مخالفت عده‌ای روبرو میشه و اجرای عملی اون پس از گذشت 25 سال و خلافت سه خلیفه پیش از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب به وقوع میپیونده و در دوران حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب برهه‌ای از زمان در تاریخ حکومتداری بشر به ثبت میرسه که تبدیل به نمونه برتر یک حکومت عادلانه برای بشریت میشه و تا به اکنون به عنوان عادل‌ترین حکومت بشری شناخته میشه. با نگاهی به این تاریخ و مشاهده حال و روز کنونی بشر بر روی این کره خاکی، اولین مطلبی که نبود اون به شدت ذهن بشر کنونی رو به خودش معطوف میکنه نبود عدالت. خب اگر ما مدعی داشتن نمونه‌ای برای بهترین نوع اجرای عدالت در جهان توسط بشر هستیم، پس چه دلیلی وجود داره که از این نمونه تاریخی درس نگیریم و حکومت‌های عادلانه بر طبق آموزه‌های این امام همام برپا نکنیم؟ در این راستا در این برنامه سعی می‌کنیم حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو بیشتر از جنبه‌های مختلف سیاسی، مذهبی و اقتصادی به بحث و تبادل نظر بنشینیم. چگونه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در قالب امامی معصوم به رتق و فتق امور سیاسی و ایجاد راه حل‌های اقتصادی برای حکومت زمان خودش می‌پرداخته؟ آیا تعارضی بین اجرای عدالت و منافع حکومت به وجود نمی‌آمد؟ آیا نمونه‌هایی از حکومت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هست که بشر کنونی بعد از گذشت 14 قرن تازه به اونها دست یافته باشه؟ یا به عبارت دیگه، آیا آموزه های این امام عدالت پیشه تاریخ مصرف دارند یا همچنان تازه و بکر هستند؟ در این برنامه با من مصطفی بزرگان‌نیا همراه باشید تا با پرسیدن سوالاتی از این دست از یکی از اساتید برجسته دانشگاه های واشنگتن جناب آقای دکتر حسن عباس بیشتر این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. جناب دکتر حسن عباس، وقت شما بخیر و متشکرم از اینکه دعوت ما به این برنامه رو پذیرفتید. بنده هم از شما متشکرم. باعث افتخار بنده است که در خدمت شما باشم. Spiritual time and a spiritual city and I couldn't expect anything more. خب جناب دکتر، به عنوان سوال اول، آیا ممکن هست توضیح مختصری راجع به یک حاکم خوب و تئوری یک حکومت خوب ارائه بدید؟ قطعا روشی که هر سیستم سیاسی با آن کار میکند، بالاخص در زمان بعد از جنگ جهانی دوم که ما به آن حکومت مدرن هم میگوییم، ارتباط نزدیکی با نحوه فرماندهی و رهبری جامعه دارد و بر پایه مسئولیت پذیری استوار است. بحث رهبری در سیستم ها و حکومت های پارلمانی و دموکراتیک به این معنی است که رهبری از متن جامعه و مردم خارج می شود. این مردم هستند که تصمیم می گیرند چه کسی رهبر و رئیس آن کشور باشد و در عوض رئیس کشور نیز باید به مردم پاسخگو باشد. این سیستم و مدل در حال حاضر بهترین و ایدئال ترین مدل حکومت می باشد. البته حکومت های دیگری نیز وجود دارند که بیشتر پادشاهی و یا استبدادی و یا دیکتاتوری هستند، به این مفهوم که خانواده های محدود یا افراد خاصی زمام تمام امور کشور رو بر عهده می گیرند. در این موارد مدل حکومت به گونه دیگری است. اما در مدل حکومت مدرن که از مقبولیت، محبوبیت و مشروعیت بیشتری هم برخورداره، رهبر و رئیس یک کشور به مردم خود پاسخگوه و نمونه حکومتی که من می خوام به عنوان یک حکومت خوب در مورد
اون به صورت مختصر صحبت بکنم، ارتباط مستقیمی با خدمات داره که حکومت برای مردم خود فراهم میکنه. حکومتی که مؤسسات قضایی، مؤسسات اجرای احکام قانونی و منابع لازم جهت تأمین سلامت و آموزش جامعه رو بر عهده میگیرن به وجود میآورد. بنابراین هر حکومتی که در متن خود عدالت قضایی، بهداشت عمومی، آموزش، قانون مدنی و قوانین کیفری مناسبی رو وضع نموده و اجرا میکنه، میتونه به عنوان نمونه ای از یک حکومت خوب شناخته بشه. در مقابل حکومت هایی که در آنها رفاه بهداشتی و آموزشی محدود باشه، این حکومت ها حکومت های فردگرا و حکومت های استبدادی هستند که در آن قبیله خاص و یا قومیتی به خصوص از امکانات مناسب برخوردارند. و ما در تعاریف و استانداردهای بین المللی به این حکومت‌ها حکومت‌های خوب نمی‌گوییم، بلکه حکومت‌هایی که بیشتر مردم در آن از رفاه مناسبی برخوردار هستند رو به عنوان یک حکومت خوب قلمداد می‌کنیم. خب همونطور که می‌دونیم، اسلام از بدو ظهور تا به امروز نمونه‌های متفاوتی از حکومت رو در طول تاریخ خودش تجربه کرده. به نظر شما جایگاه حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در تاریخ حکومت اسلامی چیست؟ بحث رهبری و حکومت در اسلام، بالاخص سیستم سیاسی اون، سوالی بسیار حساس و کلیدیه. به نظر من اسلام به عنوان یک دین با سایر ادیان، به عنوان مثال یهودیت و مسیحیت، تفاوت داره، چرا که در اسلام پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله دو مدل و الگو رو برای مردم به ارمغان آورد. یکی از آنها مدلی فردی بود که مختص به ارتباط افراد با خداوند متعال و مسائل روحانی بود، و دیگری مدلی بود که راجع به حکومت ارائه داد. حکومت و دولت چگونه اداره می شود؟ در زمان پیامبر در شهر مدینه، بالاخص پس از اینکه حکومت مسلمانان تشکیل داده شد و پایه و اساس این حکومت ریخته شد، روشی که پیامبر اکرم به مردم آموزش داده بود بر اساس ارائه خدمات به دیگران استوار بود، خدماتی که هم مذهبی بود، هم سیاسی و یا حتی اقتصادی. این مدل و ساختاری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به وجود آورده بود. بعد از اون میخواییم راجع به مدل حکومتی که خلفای پس از پیامبر، بلخص حضرت علی علیه السلام، ارائه کرد اشاره کنم. البته باید اشاره کنم که بعد از آن مدل های بسیار و نسبتاً بزرگ دیگری پایریزی شد. به عنوان مثال صفویه در ایران، عثمانی در ترکیه، مغول در جنوب آسیا، فاطمیه در مصر و بخشی از افریقا. تمامی این امپراتوری ها هر کدوم دارای یک مدل خاص و متفاوت از یکدیگر بودند. عباسیان و بنی امیه نیز هر کدام مدل حکومتی متفاوتی داشتند، و ما برای برخی از مشکلاتی که توسط این مدل ها به وجود آمدند شاهد هستیم. و ما برخی از مشکلاتی که توسط این مدل حکومت ها به وجود اومدند را شاهد هستیم. به هر حال اینها مدل های مختلفی هستند که در آنها حکومت شکل گرفته، و به عبارت دیگر روش های مختلفیه که در اونها یک رهبر حکومت رو رهبری می کرده. روشی که در آن حضرت امام علی علیه السلام حکومت خود رو پایه‌ریزی و اداره می کرد، بسیار منحصر به فرد و متفاوت بود. چرا؟ چون بر پایه حکومت خانوادگی نبود. بسیار واضح در آن این مطلب مشخص بود. حکومت امام علی علیه السلام کاملا متفاوت بود با کاری که بنی امیه انجام دادند، با کاری که بنی العباس انجام دادند، با هر آنچه سایر امپراتوری ها انجام دادند متفاوت بود. زیرا در تمامی نمونه هایی که مثال زدیم، یک خانواده خاص یا قبیله قدرتمند امر حکومت و اداره کشور رو بر عهده گرفته بودند، و هنگامی که قبیله خاص حکومت میکنن، طبیعی است که منافع اون قبیله در اون حکومت اولویت داره و در اولویت قرار میگیره. به عنوان مثال، اگر شما یک فرد عثمانی در ترکیه و در عصر عثمانی ها میبودید، تمامی افرادی که ارتباط نزدیک با خانواده عثمانی بودند، اولویت حق استفاده از خدمات مختلف مانند آموزش و سایر
بیشتر خدمات و امکانات رفاهی رو داشتن. بنابر این از این روز که من حکومت امام علی علیه السلام رو کاملا متفاوت با سایر حکومت‌ها دستبندی می‌کنم، چرا که حکومت ایشون دقیقاً در خطی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آن دستور داده بودند. دو اصل در حکومت امام علی علیه السلام وجود داشت. اول اینکه این مردم عادی بودند که امام علی علیه السلام را برای خلافت انتخاب کردند و از ایشان خواستند که زمام امور رو به دست بگیره. این در حالیه که نحوه خلافت امام علی علیه السلام در مقایسه با سه خلیفه دیگر کاملا متفاوت بود. به نظر من هرچند هر چهار خلیفه بسیار مهم بودند، چرا که همگی از افراد بسیار نزدیک به پیامبر اسلام بودند، ولیکن امام علی علیه السلام تنها کسی بود که در بین خلفای دیگر با انتخاب مردم به خلافت رسید. حال آنکه در مورد خلفای دیگر بحث کاندیداتوری از سوی خلیفه قبلی مشهود بود، به عنوان مثال خلیفه دوم توسط خلیفه اول انتخاب شده بود، این انتخاب یک انتخاب شخصی بود، انتخاب یک شخص به خاطر اینکه من او را دوست دارم، و یا حتی در مورد اولین خلیفه نیز امر بر اساس انتخاب قبیله‌ای صورت گرفت. امام علی علیه السلام تنها نمونه مردمی بود که به خلافت رسید، چرا که مردم عادی گفتند در حکومت‌های پیشین خطاهای بسیاری به وجود آمده، ما از عدالت بی بهره بودیم، ما امور روحانی نداشتیم. از این رو آنها نزد امام علی علیه السلام آمدند و از ایشان خواستند که لطفاً بیا و زمام امور را و زمام حکومت را به دست بگیر. بنابراین این اصل اول بود. اصل اول این بود که حضرت علی علیه السلام به خاطر اینکه جزو قبیله خاصی بود و یا اینکه از طرف شخصی خاص و مقدس که گفته باشد لطفاً شما چون دوست من و از بستگان من هستید بیایید و حکومت کنید، انتخاب نشده بود. انتخاب ایشون به عنوان خلیفه به این صورت بود که مردم احساس کردند که به امام علی علیه السلام به عنوان رهبر نیاز دارند. خب چرا مردم چنین حسی کردند؟ جواب این سوال همان اصل دومی است که میخواهم همکنون بیان کنم، و آن این است که ویژگی های ایشان سرآمد دیگران بود. هر کسی میدانست که شخصیت ایشان نسخه ای از شخصیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میباشد. اخلاق ایشان، شخصیت ایشان، ویژگی های ایشان در حقیقت در بیشتر و یا بهتر بگویم در همه خصائص نسخه ای از پیامبر اکرم بودند. ایشان بازتاب کاملی از پیامبر اکرم بودند. به این خاطر بود که مردم به او اعتماد کردند. مردم به قضاوت های او و حکومت کردنش اعتماد داشتند. این دو مطلب از برجسته ترین خصوصیات و ویژگی های امام علی علیه السلام بود. خب همونطور که میدونیم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در زمینه آموزش و تربیت مردم متخصص بودند و همین که در زندگی مرد عمل بودند. آیا به نظر شما بینش و تئوری های ایشون از رهبریت و یک حکومت خوب با اون چیزی که ایشون در زمان حکومت خودشون انجام میدادند همخونی و مطابقت داشت یا خیر؟ به عبارت دیگه آیا ایشون تونستن که در زمان حکومت و زمامداری خودشون بر مسلمین طبق تئوری و تعریفی که ایشون از حکومت اسلامی داشتن رفتار بکنند یا خیر؟ به نظر برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کنم که امام علی علیه السلام نه تنها یک دانشمند و مربی بزرگ بود، بلکه همینطور که شما اشاره کردید موفق ترین مرد میدان عمل نیز بود و اعتقاد داشت که میتواند آنچه به آن ایمان دارد را در جامعه نیز پیاده کند. عموما در جامعه کنونی این مطلب را این گونه دستبندی میکنیم که ممکن است یک شخص دانشمند خوبی باشد، ولی این بدان معنا نیست که بتواند یک سیاست مدار و یا رهبر موفقی نیز باشد، تنها به این خاطر که دانشمند خوبی است. یا زمانی که راجع به یک سیاستمدار صحبت می‌کنیم می‌گوییم این شخص که می‌تواند نخست وزیر و یا رئیس جمهور یک کشور باشد سیاستمدار بسیار خوبی است، او به خوبی می‌داند که چگونه سیاست ورزی نماید، ولی او یک دانشمند مذهبی نیست، او از این چیزها اطلاعی ندارد. امام علی علیه السلام حد اعلای این دو به صورت همزمان بود. ایشان این ایده
ایده را پای ریزی کرد که شما نمی توانید رهبر خوبی باشید مگر اینکه دانشمند خوبی نیز باشید. به عبارت دیگر شما نمی توانید دانشمند خوبی باشید مگر آنکه اطلاعات و مهارت های لازم جهت پیاده سازی دانسته های خود و آنچه در مورد آن صحبت می کنید را دارا باشید. انا مدینة العلم و علی بابها. در مورد دانش امام علی علیه السلام به نظر من ذکر دو روایت کافی است. اولین آن حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است که فرمود من شهر دانش و علی درب آن است. اگر شما می‌خواهید به شهر علم وارد شوید، درب ورودی آن علی است. روایت دوم هم اینه که امام علی علیه السلام خود بر سر منبر میگفت از من بپرسید پیش از آن که دیگر در بین شما نباشم. و یکی دیگر از بیانات امام علی علیه السلام این است که میفرمود من به راه های آسمان از راه های زمین آشناتر هستم. بنابر این امام علی علیه السلام عین علم بود، نه فقط علوم سیاسی و یا علوم اجتماعی. این علم علمی روحانی و علمی ربانی بود. تمامی آنچه که امام علی علیه السلام به دست آورده بود به صورت مستقیم از پیامبر اسلام به او رسیده بود و او شخصی است که عموماً مردم از آن غافل هستند. مسلمانان و حتی من دور تا دور جهان مسافرت میکنیم. من همواره از مردم راجع به امام علی علیه السلام پرسیدم و با اونها بحث کردم، ولی معمولاً با جوابهای مردم شگفت زده میشم و میبینم که چقدر اطلاعات مردم جهان راجب امام علی علیه السلام اندکه. من راجب فرقه خاص یا مذهب خاصی صحبت نمی کنم. من میگویم مردم جهان، اکثر مردم نمیدانند که دانش امام علی علیه السلام سرآمد همه بود، چرا که ایشان بهترین روزهای عمر خود را با پیامبر اسلام گذرانده بودند. معلم او پیامبر اسلام بود و می توانیم بگوییم که او شاگرد مخصوص و مورد علاقه پیامبر نیز بوده. بنابراین همونطور که قبلا هم گفتیم، آموزش های امام علی علیه السلام حول مسائل مذهبی میگرده، ولیکن در مورد آموزه های سیاسی و دانش سیاسی ایشون تنها کاری که باید شما انجام بدید اینه که یک کتاب از ایشون رو بخونید که اون کتاب نهج البلاغه است. در نهج البلاغه هم اگر زمان کافی برای خواندن تمام آن کتاب را ندارید، تنها کافی است یک نامه آن را بخوانید و آن نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می باشد. من تحقیقاتی روی این نامه انجام دادم و به عنوان یک دانشمند سیاسی میتونم به شما بگم که از آنجایی که من دارای دکترا در زمینه مطالعات و علوم سیاسی هستم و این علم را نیز تدریس می کنم، از این رو به تمام کار هایی که در علم سیاست مدرن انجام شده اشراف دارم، مثل کارهایی که راجع به نظریه های سیاسی، سخنان فیلسوفان بزرگ غربی از پلاتو و ارسطو و سقراط گرفته تا هاب و مونتسکو و سایر دانشمندان در این زمینه. ولیکن آنچه که امام علی علیه السلام به عنوان علم سیاست و مشکلات سیاستمداری معرفی میکنه از جنبه های بسیاری بی همتا و بی نظیره، چرا که اصولی که امام علی علیه السلام به ما آموزش میده مواردیه که از طریق دانشمندان مختلف با مذاهب متفاوت بعدها به آن رسیده شده. به عنوان مثال پیام اصلی و عمده امام علی علیه السلام وقتی که راجع به مسائل سیاسی صحبت میکنن تماما متوجه مردمه. من پیام ها و آموزه های امام علی علیه السلام رو بارها و بارها مطالعه کردم و متوجه شدم او همیشه نظر خاصی به عامه مردم داره. یک مثال میزنم، نامه امام علی علیه السلام به مالک در که در آن زمان به عنوان والی در یکی از بلاد اسلامی منصوب شده بود، امام علی علیه السلام به او گفت بعضی روزها باید مردم را به دفتر خود دعوت کنی و به تمامی کارمندان حکومتی و دولتی خود بگویی که لطفاً از اتاق خارج شوید، زیرا که ممکن است برخی از مردم عادی که شکایتی علیه یکی از افراد حکومتی تو داشته باشند و ممکن است بترسند و با خود بگویند چه می شود اگر ما مطالبی علیه فلان رئیس یا فلان مسئول بگوییم. بنابراین به خاطر این ترس ممکن است آنها چیزی نگویند. بنابراین امام علی علیه السلام میگوید بهترین کارها نزد من خدمت به مردم عامه است. این مسئله اصل سیاست او را تشکیل می دهد.
یک مثال دیگر میزنم. در اینجا میخواهم به قسمت دیگری از سوال شما اشاره کنم، قسمتی که گفتید امام علی علیه السلام مرد عمل بود. هنگامی که ایشون به عنوان چهارمین خلیفه مسلمین انتخاب شدند و البته به نظر من اولین امام، ایشان تمام آنچه در این سالها گفته بود را عملی و اجرا کرد. در طول 25 سال که از به خلافت رسیدن اولین خلیفه میگذشت، بسیار مهم است که این سوال را بپرسیم. مسلمانان معمولا آنها آن را فراموش میکنند که پس از پیامبر اسلام و قبل از به خلافت رسیدن امام علی علیه السلام، زمان سه خلیفه اول 25 سال به طول انجامید. امام در این زمان چه میکرده است؟ او کجا بوده؟ آیا او به سفر رفته بود؟ در حقیقت شواهدی بسیاری وجود داره که ما همکنون میدانیم امام علی علیه السلام در این زمان به دور تا دور جهان سفر کرده بوده. به عنوان مثال من میخواهم چند سوال از بینندگان بپرسم. محلی در افغانستان وجود دارد به نام مزار شریف. مرقد بسیار بزرگی در آنجا وجود داره. تعداد بسیار زیادی از مسلمانان اعتقاد دارند که امام علی علیه السلام در نجف دفن شده و من نیز اعتقادم همین است، ولیکن برخی از مردم هستند که اعتقاد دارند امام علی علیه السلام در مزار شریف مدفونه. چرا آنها این گونه فکر میکنند؟ یا چه کسی آنجا دفن شده است؟ تفسیری وجود دارد که میگوید در این 25 سال امام علی علیه السلام سفری به افغانستان داشته و برای مردم آنجا صحبت کرده و سپس بازگشته، ولیکن مردم افغانستان بسیار به او دل بسته بودند و وقتی که امام علی علیه السلام باز میگردد با خود میگویند او کجا رفته و از این رو مکان کوچکی را به یاد بود او بنا میکنند. بعدها میگویند که او مرده و در این مکان دفن شده، تنها به خاطر اینکه میخواستند یاد و خاطره ای از او در بینشون به جا بمونه. من از طریق کوههای پاکستان به افغانستان هم سفر کردم و در مسیر به مسجد کوچکی به نام مسجد علی رسیدیم. در این مسجد سنگ بزرگی وجود داشت که بر روی آن نقش پای امام علی علیه السلام نقش بست بود. داستان این سنگ چه بود؟ امام علی علیه السلام با آن مسجد رفته بود. بنابراین مطلبی که میخواهم در اینجا با آن اشاره کنم این است که امام علی علیه السلام به کشورهای مختلفی سفر کرده. اگر شما به عرفا و صوفیان نگاه کنید، البته همونطور که من میدانم تمام عرفای بزرگ بر این اعتقاد هستند که در اعمال خودشان از امام علی علیه السلام الهام میگیرند. اولین پیام و آموزش صوفیان چیست؟ سفر. بنابراین امام علی علیه السلام باید زیاد سفر کرده باشد. به همین دلیل من فکر میکنم که دانش امام علی علیه السلام فقط از طریق کتاب خواندن نبوده، بلکه او مقداری از دانش خود را از طریق سفرهای بسیاری که به اقصا نقاط جهان داشته به دست آورده و زبانهای مختلفی نیز یاد گرفته. او با مردم به زبانهای مختلف صحبت میکرده، سپس او برگشته و به خلافت رسیده. هنگامی که برگشت و به خلافت رسید، آموزه هایی را در سینه داشت که از پیامبر اسلام آموخته بود و قسمت دیگر دانش او مطالبی بود که در زمان سه خلیفه اول به دست آورده بود. زیرا اگر بخوایم صادقانه بگوییم، سه خلیفه اول هم مانند همه انسان‌های دیگر خطاهای بسیاری را مرتکب شدند. امام علی مرتباً به سه خلیفه نصیحت‌ها و راهنمایی‌های لازم رو می‌داد، تا جایی که خلیفه دوم بارها گفته بود اگر امام علی نبود من تا الان هلاک شده بودم. در حقیقت امام علی علیه السلام بارها و بارها سه خلیفه پیشین خود را از انجام خطاهای بسیاری نجات داده بود. همینطور که در مورد خلیفه سوم، امام علی علیه السلام فرزندان خود را میفرستد و به آنها میگوید که لطفاً او را نجات دهید، چرا که او خطاهای بسیاری مرتکب شده و مردم به دنبال او هستند تا او را بکشند و ما نمیخواهیم مردم در این زمینه ما را مقصر بدانند. بنابراین امام علی علیه السلام حتی در زمان خلافت سه خلیفه اول نیز به عنوان مرد عمل و مرد میدان در بین مردم حضور داشت. هنگامی که قضات در زمان سه خلیفه اول خطاهایی مرتکب می شدند، همه می دانستند که باید نزد امام علی علیه السلام بیایند و می گفتند که لطفاً ما را راهنمایی کن. خب پیام این رفتار چه چیزی می تونه باشه؟ بنابراین وقتی امام علی علیه السلام به خلافت رسید، آن هنگام بود که او عدالت مد نظر خود را برقرار کرد، تساوی و نظریات رفاه مردم عادی را محقق نمود. به این صورت امام علی علیه السلام نمونه بارز و سرآمد شخصی متخصص و کارآمد در زمان خود بود. تا
طبق تعاریفی که وجود داره و البته طبق فرمایشات جناب عالی، امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پایه‌های فکری حکومت‌های آینده رو ترسیم و بنا نمودن. به نظر شما مهمترین امور حکومت امیر مؤمنان چه چیزهایی بوده؟ این هم سوال بسیار خوبی است. به نظر من عمده ترین اصلی که قبلا هم به آن اشاره کردیم این بود که یک حاکم باید در بین مردم مشروعیت داشته باشد. یک حاکم نمیتواند به مردم تحمیل شود، چرا که اگر این گونه بود خداوند فرشتگان را به عنوان رهبر برای انسان ها میفرستاد و در این صورت همه در مسیر صحیح قدم برمی داشتند. خداوند تعداد 124,000 پیامبر را فرستاد، چرا که باید به مردم آموزش میدادند و هنگامی که امامت شروع می شود در حقیقت زمان اجرای برخی از آن آموزه های عالی فرا می رسد. بنابراین اولین پیام امام علی علیه السلام خوشرفتاری با مردم عادی بود. امام علی علیه السلام همیشه می گفت و این اولین پیامشان نیز بود، ایشان می گفت من در این جایگاه قرار دارم زیرا پاسخگوی مردم هستم. البته بنده مضمون صحبت ایشان را نقل می کنم. ایشان می گفت که من بسیار به فکر گرفتاری ها و مشقت های مردم عادی هستم. من در اینجا یک مثال می زنم. بعد از اینکه ایشان به خلافت رسید، یک روز در کوچه دید شخصی مسیحی که لباس های ژنده و مندرسی پوشیده و سن زیادی از او می گذره و شرایط خوبی هم نداره، دست نیاز و تکدی به سوی مردم دراز کرده. امام علی علیه السلام او رو متوقف کرد و مردم اون اطراف رو صدا زد و گفت این شخص زمانی که جوان بود شما از توانایی‌های او به عنوان کارگر استفاده کردید و او را به کار گرفتید، ولیکن همکنون که پیر و ناتوان شده و نمیتواند درآمد خود را به دست بیاورد، آیا او را رها میکنید تا گدایی کند؟ سپس ایشان فرمودند نه، یک حکومت باید برای افراد در آن حکومت همه چیز را فراهم کند. مثالی دیگر، زمانی عده‌ای از افراد سرشناس در زمان خلافت امام علی علیه السلام نزد ایشون اومدن. من نام این افراد را نمی آورم، ولیکن آنها از بستگان نزدیک خلیفه سوم بودند. آنها آمدن و گفتند یا علی، ما نزد تو آمدیم و حق خود را از تو می خواهیم. شما به هر کسی حق او را می دهید، بنابراین ما نیز حق خود را می خواهیم. امام علی علیه السلام پرسیدند حق شما چیست؟ آنها گفتند ما قبل از خلافت شما مواجب می گرفتیم، حقوقی از بیت المال، آن حق را به ما بده. در آن لحظه امام علی علیه السلام شمعی که روشن بود را خاموش کرد و شمع دیگری را روشن نمود. آنها پرسیدند چرا این کار را کردی؟ امام فرمود زیرا این شمع از پول بیت المال و حکومت اسلامی تهیه شده، حالان که شما از من سؤالی شخصی می پرسید. این مسئله شخصی است و مواجبی که شما در مورد آن صحبت میکنید ربطی به جامعه مسلمین ندارد. بنابراین من نیز نمیتوانم برای حل مشکل شما از شمعی که برای تمامی مسلمین و متعلق به بیت المال مسلمین است استفاده کنم. پس از آن امام علی علیه السلام برای آنها توضیح داد که حقی در گرفتن آن مواجبی که در زمان خلیفه سوم می‌گرفتند را ندارند، چرا که در آن زمان این پول را به خاطر اینکه از اعضای قبیله خاصی بودید می‌گرفتید، حالان که در نظر من تمامی مسلمانان یکسان هستند. من به شما دقیقاً به همان اندازه از بیت المال می‌دهم که به فقیرترین افراد این جامعه می‌دهم. و از آنجایی که یک چنین مبلغی که شما درخواست میکنید را نمیتوانم برای همه افراد فراهم سازم، بنابراین لطفاً از این به بعد راجع به این مسئله نزد من نیایید. در حقیقت این اصل دوم حکومت امام علی علیه السلام بود. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. هر کس جنایتی مرتکب شود باید به دادگاه برود. در برخی مواقع حضرت علی علیه السلام با توجه به اینکه خلیفه بود برای شهادت موضوعی خاص به دادگاه میرفت. بنابراین مسئله مردم است، مسئله پاسخگویی است، مسئله عدالت است. سومین مطلب و مهمترین اصلی که می‌خواهم ذکر کنم این است که حتی امام علی علیه السلام در آن زمان، حال آنکه شما راجع به آن در سوالات قبلی صحبت کردید، مدل حکومتی امام علی علیه السلام بود که در آن زمان افراد حکومت می‌باید از صادق‌ترین و شایسته‌ترین افراد جامعه باشند. مسئله این نیست که چون من از قبیله بنی هاشم هستم بنابراین تمامی افرادی که در این قبیله هستن در دولت استخدام کنم. و البته این پیام برای امروز نیست هست. این پیامی است به کشورهایی مانند عراق، ایران، عربستان سعودی و تمام کشورها تا به عنوان کشوری که حکومت اسلامی دارند
به آن توجه کنند. کشورهایی مانند بحرین و تمامی کشورهای اسلامی باید به این نکته توجه کنند. آیا پست‌های حساس را تنها به افرادی که از قوم و قبیله شما هستند می‌دهید یا تنها به کسانی که از لحاظ دیدگاه سیاسی دیدگاهی موافق با نظر شما دارند؟ خیر، هنگامی که شما در رأس قدرت هستید و رهبر یک جامعه، شما باید نسبت به مردم پاسخگو باشید. باید به هر قبیله و قومی پاسخ بدهید و این پیامی است که از این طریق به دست ما رسیده. به همین دلیل است که من گفتم پیام حکومت ایشان بسیار بسیار مرتبط با زمان حال است، یا حتی شاید بتوان گفت که پیام ایشان بیشتر مناسب این زمان است تا زمان خودشان. به نظر میرسه که ایده و تئوری رهبری و یک حکومت خوب از نظر امام علی علیه السلام بر مفهوم حکومت و همچنین شخصیت حاکم استواره. به عنوان سوال آخر در این برنامه اجازه بفرمایید از شما بپرسم که به نظر شما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب چگونه بین این دو مطلب، یعنی مفهوم حکومت و شخصیت خود حاکم، ارتباط برقرار میکردند؟ 4 یا 5 مسئله بسیار مهم در این زمینه وجود داره که با توجه به نگاه مختصری که به نوشته های خودم میاندازم میبینم که 5 مثال من میتوانم برای شما برای پاسخ به سوال شما بیاورم. از اونجایی که معمولا مردم فکر میکنند که امام علی و سایر ائمه علیهم السلام تمام روز تنها و تنها راجع به مسائل دینی صحبت میکردند یا فقط راجع به سیاست صحبت میکردند، خیر، این گونه نیست. آنها راجع به مسائل اقتصادی و رفاه اقتصادی و مالیاتی مردم نیز صحبت می‌کردند. ما معمولا فکر می‌کنیم که مسئله مالیات مسئله مدرن و جدیده. در بسیاری از کشورها، به عنوان مثال از اونجایی که من در امریکا زندگی می‌کنم، میتونم به شما بگم که شما در این کشور هر شغلی که داشته باشید باید مالیات خود رو پرداخت کنید. حتی اگر دانشمند بزرگی باشید و یا حتی یکی از اعضای پارلمان باشید، اگر مالیات خود رو نپرداخت به زندان می روید. هنگامی که راجع به یک سیستم مالیات دهی مدرن صحبت می کنیم و هنگامی که به نهج البلاغه نگاه می کنیم، می بینیم که عجب، قوانین و اصول یک چنین سیستم مالیاتی مدرن در حقیقت توسط امام علی علیه السلام پیش از این بیان شده بود. مورد اول، در یکی از جنگ ها هنگامی که مردم از جنگ برگشتند، که البته این موضوع مربوط به زمان خلافت خلیفه دوم است، خلیفه دوم پس از بازگشت مردم از جنگ گفت در این جنگ زمین‌های بسیاری را به دست آوردیم، تصمیم دارم این زمین‌های جدید را بین سربازان و فرماندهان جنگی توزیع نمایم، چرا که سربازان و افسران جنگی به این زمین‌ها نیاز دارند. این خبر به گوش امام علی علیه السلام رسید و امام علی علیه السلام فرمودند هرگز این کار را نکن. امام علی علیه السلام گفت زمین را بین کشاورزان توزیع کن، چرا که اگر این زمین ها را بین سربازان تقسیم کنی، آنگاه آنها سعی می کنند تا جنگ جدید را شروع کنند تا زمین های بیشتری به دست بیاورند. عجب نظر زیرکانه ای. امام علی علیه السلام فرمود شما زمین بیشتر نیاز دارید تا محصولات کشاورزی بیشتری به دست بیاورید. این تنها کشاورزان هستند که می توانند محصولات کشاورزی و سبزیجات بیشتری تولید کنند. برابر این حق کشاورزان است. این یک تفکر زیرکان است. این مسئله دینی نبود، حتی مسئله سیاسی نبود. این مطلب تماماً مسئله اقتصادی بود. مورد دوم، امام علی علیه السلام فرمودند در بیاناتی که در حقیقت دومین مثالی است که می‌خوام برای شما بیاورم که راجع به تجارت و صنعت است، ایشان به صورت ویژه به مدیران و صاحبان صنایع پیشنهاد میدن که باید در شهرهای بزرگ زندگی کنند. دقت کنید، این مطلب نیز مسئله بسیار مهم است، چرا که شهرهای بزرگ درگاه فعالیت اقتصادی کشورها به شمار میرن. بنابراین امام علی علیه السلام میخواست تا صاحبان صنایع کوچک به شهرهای بزرگ که درگاه اقتصادی کشور هستند نقل مکان کنند. مورد سوم، راجع به آموزش امام علی علیه السلام به ماموران حکومتی راجع به نحوه دریافت مالیاته. امام علی علیه السلام به مردان حکومتی خود گفته بود هنگامی که برای جمع کردن مالیات می روید، ابتدا درب خانه شخص را بزنید و از او بخواهید تا بیرون بیاید و در مقابل درب منزل آنها تقاضای مالیات نکنید. آنها را به مکانی دورتر از منزل خود ببرید تا مردم احساس ترس نکنند و نگویند که وای خدای من، ماموران حکومتی آمدند و ممکن است رفتار بدی با من
من داشته باشند. سپس امام علی علیه السلام به جمع کنندگان مالیات گفت به هیچ یک از دارایی های مسلمانان و غیر مسلمانان دست نزنید. شما تنها می توانید از آنها درخواست کنید که مالیاتشان را بپردازند و اگر در برخورد اول پرداخت نکردند آنها را رها کنید و با آنها نزاع نکنید. من از جزئیاتی که ماموران جمع‌آوری مالیات در حکومت امام علی علیه السلام باید رعایت می‌کردند شگفت زده شدم. یکی دیگر از مسائلی که امام علی علیه السلام به صورت خاص راجع به اون صحبت کرده و ارتباط مستقیمی با اقتصاد جامعه داره، مسئله است که ارتباط با جمع‌آوری مالیات و صرف زکات داره. پیامبر اسلام نیز فرمودند که اگر همه مردم زکات پرداخت می‌کردند، آنگاه دیگر هیچ گونه ناهماهنگی و عدم توازن بین مردم نمی بود، چرا که اگر افراد ثروتمند سهم خود را از زکات پرداخت می‌کردند، آنگاه افرادی که از ساده‌ترین امکانات زندگی برخوردار نیستند نیز می‌توانستند موارد ضروری زندگی خود را فراهم کنند و در این صورت شرایط اونگونه که در حال حاضر شده است نمی‌شد. بعضی از مردم خانه‌های 10 طبقه دارند، حالان که برخی از مردم سقفی برای اینکه زیر آن بخوابند ندارند و مردم بسیاری شب‌ها را در کوچه و خیابان‌ها سپری می‌کنند. این عدم برابری مخالف آموزه‌های اسلام و بحث‌های اقتصادی اسلام می‌باشد. بله، خانه‌هایی هستند که شاید بهتر از سایر خانه‌ها باشند، ولی این مسئله که برخی از مردم زندگی لوکس و مجللی برای خود داشته باشند حالان که سایرین در خیابان‌ها می‌خوابند، این مسئله مستقیماً با تعالیم اسلام در تضاد و تناقض. به همین دلیل که امام علی علیه السلام این مطلب رو به صورت مستقیم اشاره نموده بهش. یکی دیگر از فرمایشات امام علی علیه السلام که میخوام اینجا بیان کنم راجع به بازار سیاهه. در آن زمان افرادی بودن که با محصولات کشاورزی کسب درآمد میکردن. اونها مقدار زیادی از محصولات کشاورزی و مواد غذایی رو ذخیره و مخفی میکردن. زمانی که قیمت این مواد بالا میرفت اونها رو به بازار میفرستادن و میفروختن. این کار در زمان خلافت امام علی علیه السلام به شدت ممنوع بود. البته اینها نمونه ها و مثال های اندکی هستند که از حکومت امام علی علیه السلام می توانم در این برنامه ذکر کنم و مشخص می کنه که آموزه های امام علی علیه السلام تنها راجع به مسائل دینی نبوده، بلکه به مسائل بسیار مهم اقتصادی نیز اشاره داشته. امام علی علیه السلام این کار رو با انتخاب اشخاصی که بهترین سابقه و شهرت رو در زمینه صدق گفتار و درستی کار بین مردم داشتن انجام داده. مثال هایی برای این انتخاب از طرف امام علی علیه السلام بسیار واضح و مشخص هستند. به عنوان مثال در مورد معاویه، بزرگترین مشکلاتی که دین اسلام با آنها مواجه شد و بالاخص واقعی در ناک عاشورا توسط یزید رقم زده شد. باید کمی از تاریخ یزید به عقب برگردیم و ببینیم که چه کسی از یزید را برای خلافت مشخص کرد. معاویه. چه کسی معاویه را انتخاب کرده بود؟ یکی از خلفای پیشین پیش از امام علی علیه السلام. و چرا اون خلیفه معاویه را انتخاب کرد؟ زیرا معاویه رهبر سیاسی مهمی بود. اولین کاری که امام علی علیه السلام انجام داد به چالش کشیدن معاویه بود. ایشون به معاویه گفتن که تو برای خلافت و یا حکومت بر مردم مشروعیت نداری، چرا که تو از دفتر حکومت برای مقاصد شخصی خود استفاده می‌کنی، برای جمع‌آوری هرچه بیشتر پول و دارایی و مردم رو به ترس از خود وامی داری تا تأثیر سخن خود رو در بین اونها عمیق‌تر کنی. بنابراین مفهوم حکومت در نظر امام علی علیه السلام ارتباط مستقیمی با صدق و شایستگی داره. سومین مطلبی که اینجا ذکر میشه دانشه. شما باید رهبری دانشمند باشید. تا آموزش دیده نباشید نمیتوانید حاکمی خوب باشید. من صحبت خود رو در این زمینه با سخنی از امام علی علیه السلام خاتمه میدم. هنگامی که شخصی از ایشان پرسید مشخصات یک رهبر شایسته چیست، امام علی علیه السلام فرمودند خدمت رسانی به انسانیت باعث میشود تا شخص برای امر رهبری جامعه شایسته شود. ایشان اصلا نفرمودند که خدمت رسانی به مسلمانان، خدمت رسانی به قبیله خاص مثلا بنی هاشم، یا خدمت رسانی به مردم مدینه فقط. ایشان گفتند خدمت رسانی به انسانیت. اگر شما انسان خوبی باشی و از لحاظ دانش در جایگاه خوبی قرار داشته باشی، بنابراین شما قابلیت این که یک رهبر مهم بشوید را دارید. خب جناب آقای دکتر حسن عباس، ممنونم از اینکه دعوت ما به این برنامه رو پذیرفتید. تا دیداری بعد، شما رو به خدا میسپارم.
من هم از شما بسیار متشکرم و برای شبکه امام حسین آرزوی موفقیت دارم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از اینکه تا به این لحظه بیننده برنامه دیدگاه با موضوع حکومت عدل علوی بودید از شما سپاسگزارم. خوشحال میشم اگر از طریق فیسبوک برنامه ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون مطلع کنید. شما همچنین میتونید موضوعاتی رو که مایل هستید در این برنامه به اونها پرداخته بشه از طریق فیسبوک برنامه برای ما ارسال کنید. تا دیداری دوباره، خدایا رو نگهدارتون.